صرخة خبرها. انتقادات عبدالرشید دوستم از رئیس جمهور و تأکید وی بر پایان نبرد افغانستان در ظرف دو ماه. رئیس جمهور غنی میگوید که سرش را در مبارزه با فساد فدا میکند. با کشته شدن 18 تن در پاکستان از اثر دو حمله انتحاری در ایالت خیبر پشتونخوا. سلام بر شما به مجموعه خبری تلویزیون جهانی خورشید خوش آمدید. امروز جمعه 12 سنبله سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 2 سپتامبر سال 2016 میلادی. مشروع خبرها. معاون نخست رئیس جمهور از مدیریت تمامی امور دولت سوی رئیس جمهور انتقاد می کند. عبدالرشید دوستم می افزاید که وی مخالف رهبری 9 کمیسیون دولتی سوی آقای غنی است و تا هنوز وظیفه وی در بدنه حکومت مشخص نیست. آقای دوستم بار دیگر بر پایان نبرد در ظرف دو ماه تاکید ورزیده و خواهان سهم بیشتر برای هوادارانش در نظام است. ادامه نبرد افغانستان انتقاد تند معاون نخست رئیس جمهور از بی‌برنامگی های حکومت. عبدالرشید دوستم میگوید هرگاه به وی مجال داده شود به نبرد افغانستان در ظرف دو ماه پایان میدهد. شروع کنیم در یک ماه دو ماه با کندوز جمع خلاص میکنیم. خلاص میکنیم میگم و خلاص هم میکنیم. آقای دوستم باورمند است که نبرد پارتیزانی نیروهای امنیتی کشور را خسته میسازد و نیاز است تا راه برد نبرد تغییر کند. عبدالرشید دوستم از اداره تمامی امور حکومت توسط رئیس جمهور غنی انتقاد کرده و تاکید میورزد که سهم وی تا هنوز در حوزه مدیریت حکومت مشخص نشده است. او بار دیگر خواهان سهم بیشتر هوادارانش در نظام است. رئیس جمهور نو کمیسیون یک خودشی داره میکنه. همه چیز اولسوال هم، کماندار امنیه هم، یا کماندار اوزه هم، همه تعیین شوه باید رئیس جمهور انداخونه. این خواه آدم هم میخوای ما مردم چی کنه؟ از سوی هم برخی از اعضای مجلس نمایندگان تمامی کارکردهای رهبران حکومت وحدت ملی را نقد میکنند. کسایی توضیح هستند، حتی آدم گفته میتونند که ما شما به اصطلاح اشتوقات توضیح هستند، او شاید دیگه را بخیر نفهم که چی کسم آدم در دشمن در مرجع تصمیم گیرنده دشمن نپوس کده میتونند. خواستیم دیدگاه ریاست جمهوری را نیز با خود داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. بر بنیاد گزارش‌ها تا هنوز رهبران حکومت وحدت ملی نتوانستند به تنش‌هایشان پایان دهند. افزون بر این شماره از منتقدان حکومت باورمند هستند که رئیس جمهور در تلاش خودکامگی است و این مسئله سبب ایجاد شکاف ژرف نزد دولت مردان شده است. رئیس جمهور برای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات حاضر است سرش را فدا کند. محمد اشرف غنی در مراسم گشایش شهرک خواجه‌نواش با بیان این مطلب می‌افزاید که آقای غنی نارضایتی برخی از افراد به خاطر جلوگیری از پولاندوزی های آنان از سوی خودش است. محمد اشرف غنی در مراسم گشایش شهرک خواجه‌نواش عقده های دلش را خالی کرد. او میگوید ثبات از راه نبرد به دست نمی آید، بل این اعتماد مردم از کامل پایداری این پدیده می شود. آقای غنی عامل سر و صدای برخی افراد را جلوگیری از پولاندوزی های آنان می داند. باورمند باشین که کسایی که چی غصب میزنن از خاطر که صاحب میلیاردها دلار دیگه نمیشن و چی غصب از اینا متوجه ندارم. رئیس جمهور میافزاید شهروندان کشور خواهان آوردن اصلاحات گستردند و او سرش را فدای این امر میکند و تاکید میورزد که نابودی فساد در افغانستان از خاصای بنیادی شهروندان کشور است. دلت تغییرات ضرورت دی، اصلاحات ضرورت دی، الکوزای صاحب دار مکوه دا آقا ولسمشر نده تل اصلاحاتونه او تختی. دا هغه ولسمشر ده چې د اصلاحاتو ده حاضر ده چې خپل سر قربانی کی. آقای غنی تأکید می‌ورزد که دولت برای اشخاص سودجو گاو شیری نیست، ولی دولت مردان مکلف هستند تا ابزارهای خدمتگذاری به شهروندان کشور را فراهم نمایند. مشکل ما عدم تعهد است. مشکل ما وقت جدی نگرفتن است. مشکل ما فرهنگ باداری است نه فرهنگ خدمت. دولت گاو شیری نیست که از او خود
مستفید بسازید. حکومت وحدت ملی در استانه دو سالگیش قرار دارد، اما هنوز هم انتقادهای دولت مردان از کارکردهای یکدیگرشان چالش هم در فراراه حکومت دانسته می شود که در بسا موارد دستورهای حکومت را نقش براب کرده است. سرانجام پیکر حبیب الله کلکانی از پادشاهان پیشین کشور و یارانش نوقت شب گذشته در تپه شهرارای کابل به خاک سپرده شد. این پیکرها پس از آن سوی هواخواهان انشای پیشین در تپه شهرارا به خاک سپرده شد که پیش از این طرفداران عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری از بحر به خاک سپاری دوباره این پیکرها در این تپه مخالفت کرده بودند. کمیسیون به خاک سپاری دوباره حبیب الله کلکانی میگوید جمعه هفته آینده برای او و یارانش مراسم فاتحه خانی را برگزار خواهد کرد. شرح بیشتر از احمد شکیم. یک روز پس از بخاک سپاری دوباره پیکر حبیب الله کلکانی و 16 تن از همراهانش در تپه شهر آرای کابل، شاه پیشین کشور که بر ضد حکومت امان الله خان قیام کرد و خودش نیز پس از گرفتن 9 ماه زمام امور کشور از سوی نادرخان کشته شد. پس از یک روز اختلاف های به میان آمده بر سر بخاک سپاری پیکرهای حبیب الله کلکانی، شاه پیشین کشور و یارانش در تپه شهرارای کابل، سرانجام پیکرهای آنها در همین تپه بخاک سپرده شد. آرام آرام حضور طرفداران این شاه پیشین بر سر مزارش بیشتر می شود. حضوری که به سپردن دستگل بر مزار او و یارانش می انجامد. شام وارد شدن مردم بعد از تجمع و سخنرانی مردم در این محل که شما می بینین رسما خاک سپاری آغاز شد تا یک شب پایان یافت. طرفداران حبیب الله کلکانی از شاهان پیشین کشور می گویند ناوقت شب گذشته بار دیگر تصمیم بر آن شد تا پیکر او و یارانش را در تپه شهر آرا به خاک بسپارند و این بار کسی با آنان مخالفت نکرد و توانستند این کار را انجام دهند. بعد از خاک سپاری، بعد از 11 بجه شب با جنرال صاحب دوستم معاون اول ریاست جمهوری تفاهم صورت گرفت و اونا هم از این مراسم استقبال کردند. کاری نمی کنیم که با یک قوم توهین بکنیم و بیاییم افتخارات زیر دزدی بکنیم. پیش از این طرفداران عبدالرشید دوستم معاون نخست رئیس جمهور کشور گفته بود که این تپه مربوط به میراث فرهنگی ترک تباران است و نباید این پیکرها در این مکان دفن شوند، موضوعی که سبب درگیری میان دو طرف شد و سرانجام یک کشته و چند زخمی بر جا گذاشت. دشمنان افغانستان از دیر گذشته ها در تلاش تفرقه افکنی میان اقوام گوناگون در کشور بودند. در مراسمی که به منظور گلگذاری بر مزار امیر حبیب الله کلکانی شاه پیشین افغانستان و با اشتراک شمار زیادی از رهبران جهادی، سیاسیون و دیگر شهروندان کشور برگزار شده بود، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب افزود که امیر حبیب الله کلکانی و یارانش به گونه بی‌رحمانه حلق‌آویز شدند. برخی از رهبران جهادی، سیاسیون و دیگر شهروندان کشور گرده هم آمدند تا در پای مزار امیر حبیب الله کلکانی، شاه پیشین کشور، دستگل بگذارند. شورای اجتماعی مردم کوهدامن نیز به پاس ارچ‌گذاری به امیر حبیب الله کلکانی بر مزارش آمدند و از کارکردهایش بزرگداشت می‌کنند. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با درآویختن حبیب الله کلکانی را بی‌رحمانه می‌داند. بدون اینکه مسائل ملی را با امیر حبیب الله خان به حیث پادشاه افغانستان در میان بگذاره، ناجوانمردانه امیر حبیب الله خان با رفقا و برادرانش به جوخه اعدام سپردند. آقای مسعود در پیوند به خاکسپاری امیر حبیب الله کلکانی میگوید دشمنان مردم افغانستان از دیر زمان تلاش میکنند تا تفرقه افکنی را میان شهروندان کشور ترویج کنند. تا وقتی که در بین همه گروه‌های قومی و گروه‌های اجتماعی و در بین همه اقوام شریف افغانستان وحدت و همسویی و همگرایی به وجود نیاید، بسیار مشکل خواهد بود که ما و شما بتوانیم به اهداف بسیار بزرگ ملی خود برسیم. گفتنیست روز گذشته شمار زیاد از شهروندان کشور در گردهمایی بزرگ در مسجد عیدگاه و پس از ادای نماز جنازه جسد امیر حبیب الله کلکانی و یارانش را به تپه شهرارا برده و در آنجا به خاک سپردند. سال هنگامی در افغانستان تأمین می شود که مردم این سرزمین با هم متحد بمانند.
رئیس شورای صلح و نجات افغانستان می افزاید اگر حکومت توانایی تامین صلح در کشور را ندارد و شهروندان افغانستان فرصت دهد تا این روند را به پیش ببرند. اما رئیس جمهور غنی می گوید که صلح آرمان دیرینه مردم افغانستان است و کسانی که فکر می کنند وی برای تامین صلح تضرع را پیش می کند این آرمانشان را به گور می برند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور تاکید می ورزد که شهروندان افغانستان نبرد را دوست ندارند و صلح آرمان دیرینه‌شان است، اما او هشدار می دهد هرگاه فرد بیاندیشد که رئیس جمهور برای تأمین صلح از تضرع کار می گیرد این آرمانش را به گور خواهد برد. امارزو امایل امارجمن صلح ده، اما افغان پننوات صلح نکی. هر توک چه پده فکر ده چه ولسمشر ده افغانستان بچا تا پننوات لارسی دا ارزو به گور کیویسی. در سوی دیگر برای تأمین صلح در کشور شورای صلح و نجات افغانستان فراخوان متحد شدن اقوام این سرزمین را می‌دهد. مسئولان این نهاد می‌گویند اگر شهروندان با هم متحد باشند جهانیان نیز در روند صلح با افغانستان هم نوا خواهد بود. قرآن تأکید می‌کند وقتی که قوت داشتیم هر قوت جهانی و هر نیروی منطقه دولازه و ما دست صلح پیش می‌کند. از این شورا از حکومت میخواند هرگاه توانش را در تامین صلح از دست داده است پس به شهروندان کشور فرصت دهند تا در این روند سهم بیشتر داشته باشند. بل سرنوشت دپاره خپله مصمم شید او خپله تگلاره تعیین کی بچیانو تم دا هدایت ورکی چې په ماغو مسیر باندې با حتی د خپل ځان هم دوی قربان شي. حکومت در حالی که از آغاز شکل گیریش تا اکنون تلاش ورزیده است برای تامین صلح نقشه راه مناسبی را دریابد، اما آگاهان سیاسی میگویند ضعف در بینش رهبران و سودجویی کشورهای داخل در این روند سبب شده است تا این آرمان مردم افغانستان تحقق نیابد. شهرک رهایشی خواجه‌رواش از سوی رئیس جمهور به بهره برداری سپرده شد. این شهرک در 200 جریب زمین ساخته شده است که 2014 آپارتمان را در 78 ساختمان در خود جا داده و 6.3 میلیارد افغانی هزینه برداشته است. آقای غنی میگوید که ساخت این پروژه اعتماد میان دولت و ملت را بیشتر ساخته و حکومت متحد است تا مشکل مسکن را حل سازد. رئیس جمهور آمده است تا آپارتمان های رهایشی خواجه‌رواش را در دورترین نقطه شهر کابل افتتاح کند. قصبه محلی که شماری از پایتخت نشینان که بی سرپناه بودند پس از 4 سال انتظار کلید خانه هایشان را به دست می آورند. 2014 آپارتمان در 78 ساختمان در 40 هکتار زمین ساخته شده است که هزینه مجموعی آن 6.3 میلیارد افغانی می شود. قالین تان فروختین، زیور تان فروختین و این امید فروختین که گپ دولت قابل اعتماد است. امروز امید است که هر فرد دیگه افغان با می باور امرای دولت کار کنه. رئیس جمهور میگوید تعهد نخستش برای ایجاد مسکن، رسیدگی و توزیع آپارتمان به خانواده های شهدا و نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود. افسر که 40 سال بر ازی خاک سربازی کرده و مخصوصا ده 16 سال مجاهده که در صف اول استاده باید یقین داشته باشه که وقتی که به شهادت میره پشت خانوادهش توجه میشه. آقای غنی از برنامه تازه برای توزیع مسکن به بازگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی خبر می دهد. مدل های خانه ترتیب شده تا 4 خانه یک و نیم بسوه به صورت اساسی بره. وزیر شهرسازی و مسکن از ساخت 10,000 آپارتمان توسط حکومت چین و 1,000 آپارتمان دیگر از سوی یک نهاد خیریه تا 2 ماه دیگر سخن می زند. مجموعاً 11,000 واحد مسکنی می باشه که انشالله در ظرف 2 ماه آینده شما شاهد افتتاح از این خواهد بودین. اتاق تجارت و صنایع از آمادگی ها برای سرمایه گذاری و کار مشترک برای ساخت مسکن در کابل و ولایت ها خبر می دهد. هاگ موانع و هاگ شیان چی موجود دی هاگ لریشی انشالله سرمایه گذاری تا افغانستان که زمینه مساعده ده. اما رئیسان شرکت های خصوصی ناامنی را بزرگترین چالش فرارای سرمایه گذاریشان در افغانستان دانسته و از رئیس جمهور می خواهند تا در این مورد رسیدگی جدی نماید. عناصر زیاد دولت سیدی چې هغه بعض وختو کې یا کار لیدل دي یا غوته وخت نه ورکول کیږي دا غوړی نامنی پیدا کړ او د موږ لپاره ډیر زیات خطرات دي. با این همه رئیس جمهور کشور وعده میدهد که مشکل کمبود مسکن را حل خواهد ساخت. نبود سرپناه از بزرگترین مشکل شهروندان به ویژه بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه به افغانستان میباشد.
جنبش روشنایی در ششم میزان بار دیگر گردهمایی گسترده را برای دستیابی به حقوقشان راه اندازی میکنند. اعضای این جنبش در چهلمین روز یادبود از قربانیان رویداد انتحاری دهمزنگ به سازمان ملل متحد هشدار میدهند که اگر این پرونده را جدی نگیرد در برابر ساختمان دفتر معاونت این سازمان در کابل اعتراض گسترده را راه اندازی میکنند. آنان بار دیگر خواهان عبور لاین برق فشار بلند 500 کیلوولت از مسیر بامیان هستند. هنوز خون قربانیان رویداد دهمزنگ در جاده های کابل نخشکیده است که معترضان جنبش روشنایی در چهلمین روز یادبود قربانیان این رویداد بار دیگر به راه اندازی راهپیمایی گسترده در ششم میزان در برابر دفتر سازمان ملل متحد تاکید دارند. این تظاهرات در کابل از ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه ششم ماه میزان سال روان به سمت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان آغاز خواهد شد. اعضای جنبش روشنایی بر موقفشان تاکید می‌ورزند. عبور لاین برق فشار بلند 500 کیلوولت از مسیر بامیان و بررسی پرونده‌های قربانیان رویداد دوم اسد از سوی نهادهای معتبر جهانی خواسته‌های مهم این جنبش است. اگر تمام اعضای بدن ما قطعه قطعه شوند، اگر صد بار زخمی شویم، باز هم در مقابل ستمگر استاد هستیم. اگر امروز خود را به حیث رئیس جمهوری افغانستان میپنداری، این را باید در نظر داشته باشی که به اساس یک توافقنامه سیاسی رئیس جمهوری افغانستان شده ایم. اعضای جنبش روشنایی حکومت را متهم اصلی رویداد دوم اسد پنداشته و خواهان حل این بحران هستند. دقیقاً حکومت مکلفیت داره و مسئول اصلی این قتل عام حکومت میشناسیم. قضایای مختلف در حادثه وجود داشت. حتی تیرباران ها یک تعداد شهدای ما با گلوله کشته شدند، شهید شدند. خواستیم دیدگاه حکومت را نیز داشته باشیم، اما آنان حاضر به پاسخ نشدند. در همین حال اعضای جنبش روشنایی باورمند هستند که ایجاد کمیسیون بررسی رویداد دوم اسد دهمزنگ برای آنان پذیرفتنی نیست و حکومت را به عوام فریبی متهم می کنند. ادامه خبرها را بعد از وقفه کوتاه دنبال کنید. خوش آمدید. در نتیجه دو حمله انتحاری جداگانه در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان دست کم 18 تن کشته و بیشتر از 50 تن دیگر زخمی شدند. یورونیوز گزارش شده است که یک حمله کننده انتحاری بامداد امروز ساختمان یک دادگاه در منطقه مردان را مورد حمله قرار داد که در نتیجه آن 13 تن مشمول 4 دادستان کشته شدند. گفته می شود که مهاجم انتحاری با خود 8 کیلوگرم مواد انفجاری را حمل می کرده و پیش از این ورود به دادگاه اقدام به پرتاب نارنجک نیز کرده بود. شرکت فناوری سامسونگ اعلام کرده است که فروش تلفن‌های همراه مدل نوت 7 را متوقف کرده است. با گزارش یورونیوز این اقدام شرکت سامسونگ پس از آن صورت می‌گیرد که گزارش‌ها مبنی بر آتش گرفتن چند تلفن نوت 7 منتشر شده است. شرکت سامسونگ همچنان اعلام کرده است که گوشی‌های فروخته شده و موجود در بازار جمع‌آوری می‌شود. این شرکت تایید کرده است که وجود نقص در باتری سبب آتش گرفتن این تلفن‌ها شده است. دولت ازبکستان در بیانیه‌ای که بامداد امروز نشر کرده است اعلام نموده که وضعیت بهداشتی اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور بحرانی است. با گزارش بی بی سی آقای کریموف که 78 سال دارد به دلیل سکته مغزی از روز شنبه به این سو در بیمارستان بستری بوده و شایعات درباره احتمال درگذشت او نیز نشر گردیده است. اما دولت ازبکستان از شایعات این شایعات را سخت رد کرده است. خبرهای اقتصادی را بعد از وقفه کوتاه دنبال کنید. به دنبال افزایش ناگهانی بهای گاز مایع در هرات، مسئولان این ولایت صادرات گاز به دیگر ولایت‌ها را ممنوع کردند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ارزش گاز مایع در بازار هرات به یک بارگی از 35 افغانی به 90 افغانی افزایش یافت.
در یک هفته پسین بهای یک کیلو گاز مایع در هرات تا 90 افغانی رسیده است و این موضوع سبب بلند شدن سر و صدای باشندگان هرات گردیده است. اکنون مردم فروشنده ها و وارد کنندگان گاز مایع را به احتکار و گران فروشی متهم می کنند. در نشستی با حضور وارد کننده های گاز مایع با والی هرات فیصله شد تا پس از این اجازه ندهند گاز به بیرون از ولایت هرات فرستاده شود. فیصله شد تا در قدم نخست واردات گاز در ولایت هرات اینا ذخیره بشه و به بازارهای داخلی عرضه بشه تا نیازمندی های شهروندان هرات تامین بکنه، سپس مازاد از این به دیگه ولایت صادر بشه. از سوی هم مسئولان اتحادیه وارد کنندگان گاز و مایع در هرات میگویند آنان در تلاش تنظیم برنامه‌ای برای کاهش بهای گاز و افزایش واردات مواد نفتی در کشور هستند. آنان تاکید می‌ورزند که پس از این گاز را از کشورهای عراق و آذربایجان نیز وارد خواهند کرد. به دنبال بازارهای بدیلی مثل عراق، آذربایجان و آسیای میانه هستند. خریداری‌های دیگری از دیگر کشورها صورت گرفته که به نزدیکی این گاز وارد افغانستان میشه. باشندگان هرات بلند رفتن بهای گاز را اقدامی از جانب مافیای گاز در هرات میدانند، اما وارد کنندگان گاز مایع در هرات دلیل این گرانی را کمتر وارد شدن گاز از دو کشور ایران و ترکمنستان میدانند. پیش از این بازرگانان 1000 تن گاز از این کشورها وارد میکردند، ولی اکنون میزان واردات گاز به 250 تن رسیده است. سرمایه‌گذاران روسیه آمادن به زودی سرمایه‌گذاری‌هایشان را در شمال افغانستان آغاز کنند. مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند پس از تلاش‌های چندین ماهه حکومت افغانستان با دولت روسیه، اکنون شمار زیادی از سرمایه‌گذاران شرکت‌های بزرگ روسی علاقه‌مندی نشان دادند تا در بخش استخراج منابع مواد نفتی شمال افغانستان سرمایه‌گذاری‌های مشترک را با سرمایه‌گذاران افغان انجام دهند. و در پایان گوشت‌های غیر بهداشتی به گونه قاچاق وارد کشور می‌شود. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری علت بنیادی واردات گوشت غیر بهداشتی را سرحدات باز کشور دانسته و از شهروندان می‌خواهند در زمان خرید گوشت به کیفیت آن توجه جدی نمایند. اکنون بخش زیادی از گوشت مورد نیاز کشور از بیرون وارد می‌شود و در این میان مرغ‌ها و گوشت یک‌زاده مرغ غیر بهداشتی نیز شامل است. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگن سرحدات باز کشور سبب شده است که این نهاد نتواند جلوی واردات مواد غیر بهداشتی را بگیرد. متاسفانه سرحدات افغانستان سرحدات باز است. در بسیاری ساحات ما سرحدات داریم که به شکل قاچاق چی گوشت مرغ یا هر مورد دیگه که باشه داخل افغانستان میشه. کی هم در جریان کنترل تیم‌های سیار ما که در محدوده شهرها و در پایتخت فعالیت میکنن در جریان کنترل از اونها به دست میاد. در همین حال آقای راشد از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش ایجاد فرم‌های مرغ سخن می‌زند. با گفته وی در هفته گذشته دو فرم تولید تخم مرغ و گوشت مرغ در ولایت هرات ایجاد شد که در کشور بی‌نظیر است و تا حد می‌تواند جلوی واردات گوشت و تخم مرغ غیر بهداشتی را از کشورهای دیگر بگیرد. یکی پروژه مرغ‌های نسلی بریدر است که سالانه 1,140,000 بیضه تخم مرغ القا شده تولید می‌کند و از نگاه داشتن از نگاه مشکلات کمبود چوچمرغ در ولایت هرات مشکل تا 30% حل میشه. این در حالی است که اکنون حیوانات گوشتی و گوشت‌های یخ‌زده از ایران و پاکستان وارد کشور می‌شود. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گویند اگر بر سرحدات این دو کشور همسایه نظارت جدی شود، جلوی واردات گوشت‌های غیر بهداشتی و برخی از فرآورده‌های کشاورزی به داخل کشور گرفته می‌شود. نرخ اسعار چند خبر ورزشی. رقابت‌های سنوکر امروز به خاطر بزرگداشت از سالروز استقلال کشور در کابل به فرجام رسید. در این رقابت‌ها که از سوی فدراسیون سنوکر راه اندازی شده بود، 13 ورزشکار پایتخت با هم به رقابت پرداختند. تیم ملی فوتبال افغانستان تا 4 روز دیگر کابل را به قصد لبنان ترک خواهد کرد. مسئولان فدراسیون فوتبال کشور هدف از این سفر ملی پوشان کشور را بازی دوستانه با کشور میزبان می دانند.
ملی پوشان فوتبال کشور چند روز در لبنان به تمریناتشان ادامه خواهند داد و پس از آن با لبنان سفارایی خواهند کردین، در حالی که پیتر شگرت سرمربی تیم ملی فوتبال کشور هنوز هم نتوانسته از خود را به کابل برساند. چگونگی وضعیت هوا؟ سپاسگزارم از توجهتان. خدا نگهدار.